در پل زدن. حالا فرجه امروز چیه؟ اینجا و حالا فرجه ای که از برای ما میتونیم ایران آزاد کنیم چیه؟ اینه که 7 سال عربستان سعودی تو مخمصه یمن گیر کرده و 4 تا پا برهنه رو نتونسته به اصطلاح نابود بکنه و اینا مرتب باش درگیرن، درگیر جنگ، خیلی براش هزینه برداشته، برای همین حاضر که ایران آریایی رو بپذیره. از اون طرف جورج سوروس به بایدن گفته و بایدن هم رسما اعلام کرده که در صورت اتحاد مجاهدین خلق با شاهزاده رضا پهلوی ایران رو تحویل اینا بدن. از همه مهمتر، چون از نظر استراتژیک جهانی میدونیم که روسیه با حمله به اوکراین میخواد یک نظم نوین جهانی به وجود بیاره و در برابر دلار امریکا وایس و دلار رو نابود کنه و یک قدرت دوم به وجود بیاره در برابر قدرت جورج سوروس و قدرت امریکایی‌ها و انگلیس و غیره، اونها براشون ایران خیلی مهمه که ایران دست روسیه نباشه. در قطعنامه ملل که هفته پیش صادر شد، تنها 2 کشور رأی مخالف دادن به جریان ایران، اون 2 کشور روسیه بودن و چین. برای همین این فرجه ای که ما الان داریم همین هست. اگه این فرجه بگذره اونها چیکار میکنن؟ اونا با خود رژیم کنار میان، مثل این که تارو در طول تاریخ این کار کردن. پس نکته ای که سیاوش اوستا میگه بسیار دقیق حساس هست، بایستی روش فکر کنیم و عمل کنیم و در راه شدنش کوشا باشیم که این اسلامگرایی رو مجاهدین بذارن کنار، خانم مریم و جویر بذارن کنار. همیشه حاضر بوده شاهزاده رضا پهلوی هر جا که صدایی شده. اگرم میبینید که گروه هایی و انجمن هایی و شورای فلان تشکیل شده اینا، یعنی تا صدایی بوده آمده گفته خب من برای آزادی ایران هستم. و در رابطه با شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق هم همینطوره، بارها این صحبت ها شده، بارها میشون گفته اگه اینا او کار بکن این کار بکن ما قبول. جوابم از اون آخرین بار داده شد، یعنی مسعود رجبی شخصا خودش پاسخ داد و وقتی که شخصا ایشون پاسخ داد چه کردن؟ غیبش کردن که اتحاد وجود نیاد. مسعود رجبی است، براتون میخونم، در پی همون صحبتی که میگم از پیشاپیش قرار بود که اتحاد وجود بیاد، پیشنهاداتی هم مسعود رجبی میده و شاهزاده رضا پهلوی، گوش کنید. گفت که مسعود رجبی درباره سلطنت و آقای رضا پهلوی، اول اینکه رضا یعنی رضا پهلوی در زمان انقلاب تا آنجا که من میدونم شخصا مرتکب جرم و جنایتی نشده در داخل کشور، وانگهی گناه پدر را که به پای پسر و همچنین گناه پسر را که به پای پدر نمی نیسند مگر اینکه کسی اعلام جرم مشخص کند و دادگاه قضاوت کند. یعنی رضا پهلوی جرم مرتکب نشده، ما حاضرین باش همکاری کنیم. دوم اینکه مسعود رجوی داره میگه اینا رو، برخلاف مجاهدین، مسعود رجوی خودش میگه، میگه برخلاف اینکه مجاهدین هی نق میزنن به من که آقا او حرف تو رو زد یا رو زد، میگه من از این که حرفای ما رو دیگران بزنن لذت میبرم، ناراحت نمیشم. و همین خاطر در مورد خودم چنان چه حرف مثبت و مفید قابل استفاده گفته باشم، ذکر بدون منبع آن را برای همه، نه تنها رضا پهلوی، برای همه مجاز میدونم و تازه ازشون سپاسگزارم هستم. دلم میخواهد به رضا پهلوی میگه، دلم میخواهد رضا پهلوی برچسب تروریستی علیه مجاهدین را هم که همه میدانند در حمایت از رژیم فلاحت فقیه بوده است قویاً و قاطعانه تکذیب کند. دلم میخواهد که رسما و علنا رضا پهلوی هر گونه داعیه سلطنت را هم کنار بگذارد. گوش کنید خوب برنامه امروز رو گوش کنید. و همه موانع و کاسه های داغ‌تر آش سلطنت طلب را کنار زده و در خدمت و یاری جبهه مردم ایران اعلام کند که خواهان یک جمهوری دموکراتیک و مستقل مبتنی بر جدایی دین از دولت و نفی تام و تمام رژیم ولایت فقیه و سرنگونیان هستند. در این صورت به راستی چنام اینی که منظورش رضا پهلوی است، مسعود رجوی داره میگه، از خود به جای میگذارد. سوم، مسعود رجوی میگه به شاهزاده رضا پهلوی،
درست این است که او در این مقطع تاریخی در برابر وظایفش قرار بدهیم و این که چه باید بکند و چه میتواند بکند که تاکنون نکرده است رو انجام بدهد. اما پیشنهاد مشخص من به شما آقای رضا پهلوی این است که اعلام کنید، مسعود رجوی میگه، داعیه سلطنت ندارید و آن را بر هیچ کس دیگر هم نمیپسندید و خود را ملتزم به یک جمهوری دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدای دین از دولت با نفی کامل نظام ولایت فقیه و ضرورت سرنگونی آن کنید. شاهزاده رضا پهلوی الان میشنوید، بعدا خب پاسخ داد بینا، قبول کرد یک سری موارد، ولی ما نمی کنیم. ما میگیم برای ایران نظر ما شهریاریه. نظر شما آقای رجوی میتونه دموکراتیک باشه، جمهوری، نظر حتی شاهزاده رضا پهلوی میتونه جمهوری باشه، ایشون میگه، ولی ما آریایی هستیم، تازی نمیپرستیم، جمهوری رو برای ایران ما نمیپسندیم، ما نظام و حکومت شهریاری رو میپسندیم. حالا ادامه رو گوش کنید. برچسب ناحق تروریستی هم میگه که پس اینا باید از ما بردارن، ما تروریست نیستیم. آقای رضا پهلوی، من به خوبی بیاد دارم، مسعود رجوی میگه، که روزی خمینی با اهانت به شما گفت برو درست را بخوان و منظورش این بود درست نچرخید. حرف من معکوس خمینی است. از قضا با اعلام آن چه گفتم من خواهان حد اکثر فعالیت شما علیه رژیم ولایت فقیه، البته در جاده جمهوری و آزادی و استقلال مردم ایران، و خواهان بازگشت شما از جبهه سلطنتی به جبهه مردم ایران هستم. در آن صورت اگر مایل باشید، خوب گوش کنید، مسعود رجوی میگه در آن صورت اگر مایل باشید خواهید توانست در انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت کنید. این شنیدید اینو؟ این آقای مسعود رجوی خودش میاد میگه که شاهزاده رضا پهلوی اینجوری جور، و بعد آخرش هم میگه که ایشون میتونه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه. یعنی چه واسه حتی میگه خب ما میریم بهش رأی میدیم. این نظر مسعود رجوی بود. مسعود رجوی تا این حرفا رو زد یک اتفاقی افتاد. اون اتفاقی بود که ایشون یه غیب شد. قبل از اینکه ایشون غیب بشه، جمهوری اسلامی با ساخت و باختی که با اینجا داشت و اینها، اومدن مریم رجوی رو اینجا دستگیرش کردن، بردنش زندان و خلاصه ایشون زندانی کردن. خیلی ابهات مریم اومد با این، یعنی از نظر روانی اون دیدن ضربه بزرگی خورد. این ضربه که ایشون خورد، پول رفت، یکی از آقایونی که اینجا تو پاریس هست رفت پولی گذاشت و ایشون از زندان در آوردن، و بعد بر دادگاه برخلاف نظر دولت فرانسه و وزارت کشور و سازمان امنیت این مملکت، دادگاه ایشون آزاد کرد و بعدم تبرئه شد. اما همزمان مسعود رجوی چون در عراق، دادگاهی در عراق تشکیل شد و مسعود رجوی رو محکوم کردن بخواد به اتهام همکاری با صدام حسین. اینو اینا تو در اون تشکیلات خودشون بهانه کردن، چون من خودم به مدت فکر می‌کردم که تو حمله آمریکا کشته شد، اما الان نشانهایی که می‌بینم که مسعود اسیره، زندانی دست خانمشه، تا همه مجاهدین هم خانومش، و چون رهبری ریشون داره، مسعود خودش بیاد نشونش بدن، حرف بزنه، آزاد باشه در جایگاهی همینی که اینجا شما دیدید، مسعود اینه، اینی که از طرفش نقل و قول میکنه اینا دروغه. حالا بهتون یه چیز دیگر میگم. خب مسعود وقتی که محکوم شد در دادگاه عراق مجبور بود مخفی بشه، اگه مخفی نمیشد اونا میگرفتن و اعدام و فلان، اصلا بیرون میکشتنش. این بهانه مخفی کردن مسعود کل شطور شد که مسعود بزنن کنار و همین اسلامی و لچک بسری رو مد کنن. اما صحبت های شاهزاده رضا پهلوی را گوش کنید. شاید این کار کپی برداریه اون چیزی که شورای ملی مقاومت مجاهدین انجام دادن. پاسخ شما چیست؟ من فکر کنم تفاوت خیلی بیشتری هست در این که این مسئله اصلا صحبت از یک آلترناتیو در قالب یک سازمان نیست که مجاهدین مدعیش هستن، بلکه یک حرکتی است که از تمام کنشگران سیاسی میگه که صرف نظر از تعلقات حزبی یا عقیدتیتون، بیاید از یک فرمولی حمایت بکنید که تلاش در ایجاد و رسیدن به اون جو و شرایط سیاسی در کشور اونجاست. اجباراً باستی در جهت انحلال این نظام کوشا باشیم که در ماورای این نظام به اون فضا برسیم و به اون شرایط برسیم و بتوانیم واقعاً خواسته مردم رو اندازه خبر بیدیم. خارج کردن مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی وزارت خارجه شنیدید، برای شما جای این رو داشت که آیا این سازمان هم میشود وارد این پروسه سیاسی بشه؟ شما حاضرید همکاری از من چرا میپرسید؟ اگر تمام
اصولی که در این منشور هست رو قبول دارن و متحد میشن به شکل رسمی، چه در گفتمان برونیشون چه در رفتار درونیشون به این تعهدات؟ حاضرید که با مجاهدین، با سران مجاهدین بعد از اینکه اسمشون از لیست در اومده به گفتگو بنشینید برای اون چی که مد نظرتون هست آینده سیاسی ایران؟ اگه تعهد سازمانی و اصول رعایت اصول رو میدن که در خلاف تمام روشایی که تا به حال به کار بردن مثل هر کسی دیگه به شکل مساوی و بدون تعیین خط مشی از قبل در یک راستایی که بتونه نهایتاً برسه به اینکه صندوق رأی بشه مسئله نتیجه، هر نیروی مجاهدین که به جای خود هر نیرویی که به این اصول اعتقاد داشته باشه، ما نمی‌تونیم از خود کسانی که عضو سازمان مجاهدین بودن و الان دیگه در اون سازمان نیستن بگیم نظر خود اونها که عضو اون سازمان بودن راجع به این سازمان چی هست و بگن که آیا این سازمان قابلیت انجام این کار رو داره. من هرگز حاضر نیستم یک آقا بالا سر داشته باشم، چه برسه به اینکه برای دیگران آقا بالا سر بشم. ما از این فرهنگ فرد محوری باستی خارج بشیم دوستان، بریم دنبال سیستم محور کردن مسئله، که ما نهادها رو تقویت بکنیم. فرد مهم نیست، نهادها و ساختارها مهم هستن. و تا زمانی که بخوایم گوسفندوار عمل بکنیم سرکله چوپانها هم پیدا خواهد شد. آیا واقعا این هست آینده کشور؟ من فکر میکنم که ما باید برسیم به اون مرحله‌ای که نهادهای سنتی رو مبنای حکومت الزاماً قرار ندیم. من در واقع میخوام بهتون بگم که در مقابل آنچه که باور دارید میراثارش هستم، خود من ربل هستم. اگر از من بپرسید من یه سیستم جمهوری رو ترجیح میدم. برای که اگر از من بپرسید من یه سیستم جمهوری رو ترجیح میدم. یه چیز خیلی واضح بهتون بگم، اگه ما طرفدار حقوق بشر هستید، فکر نمی کنید که تحمیل کردن یک وظیفه سنتی و سمبولیک به خانواده‌ای نقض حقوق بشر اون فرد و افراد خانواده‌اش میتونه باشه؟ ابتدا به ساکن اختیاری نمیتونه باشه؟ قبول مسئولیت زورکیه؟ تحمیلیه؟ یه ذره فکر کنید راجع به مسئله. آیا میخوایم به دنیا بگیم که ما یه مملکتی هستیم که هنوز یه کسی رو میکنیم آقا بارسر خودشون و نقشم تازه بهش تحمیل میکنیم و اسمش رو بذاریم فرهنگ؟ بیتعارف میگم بهتون، یه ذره فکر کنیم راجع به این مسئله. ولی اگه بگیم پادشاهی موروثی در مقابل جمهوری انتخابی، قطعا بدونید که من تو کمپ جمهوری خواهم نه شکلش. ولی اگه بگیم پادشاهی موروثی در مقابل جمهوری انتخابی، قطعا بدونید که من تو کمپ جمهوری خواهم به این دلیل پرسید من سیستم جمهوری رو ترجیح میدم، برای اینکه یک دوره مشخص انتخاباتی پیش میاد به کسی مسئول است. صحبت دو هفته پیش هم گوش کردید که میگه که شما بایستی لایسیته رو بپذیرید، دموکرات باشین، فرهنگ اینا رو هم همه مسعود این سه تا ماده رو که میبینید اینا ماده‌ای که تا وقتی که قیم نشده بود در شورای ملی مقاومت به تصویب رسوند. یعنی آزادی زن، حقوق تساوی، یعنی برابری، برابری زن و مرد. وقتی برابری زن و مرده شما اجازه ندارید رو سری رو سرت بکنی به عنوان رئیس جمهور و رئیس یک جریان حزب.